گوشه‌هایی از این دستاوردها نگاه. امروز به سهولت در کشور پهناور و زیبای ایران جا به جا می شویم. شش برابر شدن راه‌های مواصلاتی و افزایش راه‌های اصلی و فرعی از 36 هزار کیلومتر به بیش از 210 هزار کیلومتر و دو برابر شدن طول خطوط ریلی کشور از 4.6 هزار کیلومتر به نزدیک 10 هزار کیلومتر علاوه بر سهولت سفر، زیرساخت‌های تولید، تجارت و ترانزیت را بهبود داده. همچنین با 20 برابر شدن ظرفیت بنادر کشور و ارتقاء ظرفیت آن از 10 میلیون تن به بیش از 200 میلیون تن، مبادلات بین المللی به طرز چشمگیری ارتقا یافته. برابر شدن تعداد سدهای مخزن ایران از 13 سد به حدود 400 سد بزرگ نشان دهنده جهش چشمگیر در توانمندی و بهبود زیرساخت‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی است. همچنین 14 برابر شدن تولید برق کشور، 6 دسترسی به آب تصفیه شده و رسیدن به عدد 96.2% جمعیت کشور به آن، 57 برابر شدن صادرات غیر نفتی و افزایش آن از 543 میلیون دلار در سال 1979 به 31 میلیون دلار، 30 برابر شدن تولیدات محصولات پتروشیمی، 24 برابر شدن تولید فولاد خام و 15 برابر شدن تولید محصولات فولادی. ۲۴ برابر شدن تعداد دانشجویان و افزایش تعداد دانشجویان از 176 هزار نفر در سال 1979 به 4.3 میلیون، حدود 5 برابر شدن سهم ایران از تولید مقالات ISI در 43 سال گذشته از 0.1% سهم جهانی به 65.1% و 23 هزار مقاله در سال. ایران اسلامی با اتکا به توان و دانش متخصصان خود در راستای دفاع از تمامیت ارضی در برابر تهدیدات جهانی و منطقه‌ای، همچنین توسعه تکنولوژی‌های روز موفق به ساخت هواپیما، بالگردهای سبک و سنگین، ارتقاء سطح فناوری‌های نظامی، ساخت و پرتاب ماهواره، موشک‌های میانبرد و دوربرد، تانک، ساخت ناو، کشتی، زیردریایی و تولید انواع قایق‌های تندرو که برای اولین بار در تاریخ کشور بعد از انقلاب صورت پذیرفت شده. همچنین ایران در زمینه پزشکی هم پیشرفت‌های چشمگیری داشته. در زمینه تربیت نیروی انسانی و پزشک، با در نظر گرفتن رشد دو برابری جمعیت ایران از سال 1979، تعداد پزشک رشد 10 برابری را تجربه کرده. همچنین پیشرفت‌های تخصصی و تجهیزاتی در زمینه پزشکی ایران را به قطب توریسم پزشکی در منطقه تبدیل کرده است. امروز دانشمندان ایرانی بیش از 95% از نیازهای دارویی کشور را در داخل تولید می‌کنند. بعد از پاندمی کرونا، ایران در حالی که سخت‌ترین تحریم‌ها را در مقابل خود می‌دید، اما با تلاش شبانه روزی کادر درمان توانست ابتدا در زمینه رفع نیازهای اولیه مانند ماسک و مواد ضد عفونی کننده، ونتیلاتور و کیت‌های تشخیصی به خودکفایی برسد و در گام بعدی موفق به ساخت و تولید انبوه واکسن کرونا ایرانی شد. امروز واکسیناسیون کرونا با گستردگی و سرعت در حال پیگیری است و 98% از جامعه هدف واکسن کرونا دریافت کرده، یعنی تزریق 119,686,241 دوز واکسن کرونا به ایرانی ها. به این موارد اضافه کنید درخشش ورزشکاران ایرانی در تورنمنت های ورزشی، درخشش ایران در مجامع فرهنگی و هنری و کسب معتبرترین جوایز هنری به خصوص در حوزه سینما و موسیقی.
امروز ایران به پشتوانه مشارکت مردم در همه صحنه‌ها کشوری امن و دوستی خوب برای کشورهای همسایه و منادی صلح برای سایر کشورهای جهان است. رشد مبادلات تجاری با همسایگان و حضور در صحنه‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای با توجه به محدودیت‌های زورگویانه آمریکا بر کشورهای منطقه گواه این اتفاق است. ایران در 43 جشن پیروزی انقلابش مصمم‌تر از همیشه در مسیر توسعه و پیشرفت گام برمی‌دارد و حضور مردم و همراهی آنها در این مسیر آینده‌ای روشن‌تر از همیشه را پیش رویش قرار داده است.